کتاب نامه های ولفگانگ آمادئوس موزارت. نامه به مادرش در سفر به ایتالیا. ورگل، دسامبر 1769. قلبم مالامال از شادی است، چون خود را در این سفر بسیار شادان حس می کنم. هوای درون کالسکه به قدر کافی گرم است. کالسکه چی مرد متحور و بیباکی است و کالسکه را به سرعت باد در جاده می راند. پدر قبلا شرح مسافرتمان را برایتان نوشته. نوشتن این چند خط از طرف من به این دلیل است که نشان دهم به وظیفه خود در قبال مادرم آشنا و پسری قدرشناس برای مادر عزیزم هستم. ولفگانگ آمادئوس موزارت. نامه به خواهرش در سفر به ایتالیا. از اینکه این همه شاد هستی، من هم احساس شادی می کنم. ولی شاید فکر کنی که این طور نیست. به تو اطمینان می دهم که واقعا شاد هستم. تعدادش به طور دقیق یادم نیست، ولی همین قدر می دانم که 6 یا 7 بار به اپرا رفتیم و بعد از اپرا فستیوال باله شروع شد، مثل وین. با این تفاوت که در وین رقص‌ها بهتر تنظیم و اجرا می شوند. علاوه بر آن، بالماسکه‌هایی با عناوین فیچنتا و چیچرتا دیدیم که آن را حجاب ماسک می‌نامند. این جشن دارای منظره بسیار جالبی است، چون مردم لباس فاچینی یا مستخدمان منزل را می‌پوشند و جشن در محلی مملو از جمعیت که بیشترشان پیاده به آنجا آمدند برگزار می‌شود. 4 تا 6 گروه ترومپت و طبل نواز و نیز چند گروه ویولون نواز و دیگر سازها حضور دارند. چیچرتا یک بالماسکه هم هست. آن را امروز دیدیم. منظور میلانی ها از کلمه چیچرتا چیزی است که ما به آن استادان کوچک میگوییم و مفهومش آدم های خودنما و نادان است. همگی شرکت کنندگان سوار بر اسب هستند. این خود منظره جالبی به وجود می آورد. خوشحالیم از شنیدن خبر سلامتی فون آمان، به اندازه ناراحتیم از شنیدن حادثه ای است که برای دست او پیش آمده است. مادام روزا، آقای فون مولک و آقای فون شایدنهوفن در بالماسکه چه لباسی پوشیده بودند؟ خواهش میکنم هر چیزی در این مورد میدانی برایم بنویس. با این کارت باعث خوشحالی من میشوی. امروز دعوتی داریم از طرف کنت فیرمان که آخرین روز اقامت ما را جشن گرفته است و در آنجا صحبتهایی از شیطنت تو به میان خواهد آمد. از این موضوع مطمئن باش. خداحافظ. با پست بعدی یک نامه میلانی برایت خواهم نوشت و غیره و غیره. ولفگانگ آمادئوس موزارت. دست های مامان را از طرف من هزاران هزار هزار بار ببوس. سلام من به همه دوستان خوب و هزاران سلام به تو از طرف کسی که اگر قصد داری او را در اختیار بگیری، اینک در دست های توست. نامه به مادر و خواهرش در سفر به ایتالیا. روم، 14 آوریل 1770. سپاس برای همه نعمت‌های خداوند، از فرق سر تا نوک انگشت پا. سلامت و غرق در شادی هستم. ماما و خواهر عزیزم را 1000 بار می‌بوسم. ای کاش خواهرم در اینجا روم با ما بود، چون این شهر مطمئناً بسیار خوشایند جلوه می‌کرد. در طراحی کلیسای سنت پیتر نظم عجیبی به کار رفته است. هزاران بنا و خیابان در روم با نظم و ترتیبشان نمایانگر دوست داشتنی ترین یادگارهای دوران گذشته هستند. پاپا این موضوع را هر لحظه به من یادآوری می کند. همانطور که همه می دانند، من ساده لوح هستم و یک قصه بیشتر ندارم. اینکه در محل اقامتمان یک تخت خواب بیشتر نداریم و همانطور که ماما حدس می زند، من در کنار پاپا به هیچ وجه راحت نیستم. امروز به منزل جدیدی نقل مکان خواهیم کرد. بسیار خوشحالم. همین الان سنت پیتر را با کلیدهایش و سنت پل را با شمشیرش به همراه سنت لوک و خواهرم و غیره و غیره نقاشی کردم. افتخار داشتم که بر انگشت پای مجسمه سنت پیتر در کلیسای سنت پیتر بوسه بزنم. ولی بدشانسی هم این است که خیلی کوچک هستم. ولفگانگ آمادئوس موزارت.
به خواهرش در سفر به ایتالیا. ناپل 5 ژوئن 1770. خواهر نازنینم، امیدوارم مثل ماما سلامت باشی. روم و ناپل دو شهر به خواب رفته هستند. چه نوشته ی پرمغزی، اینطور نیست؟ تنبلی نکن و برایم نامه بنویس، وگرنه کتک آبداری از دست من نوش جان خواهی کرد. چه لذتی، حتما سرت را خواهم شکست. مشتاقانه در انتظار دریافت پورتری شما هستم. کنجکاوم ببینم تصویر شما چطور از کار در آمده است. اگر پرده نقش شما برایم خوشایند بود، من و پاپا هم در اینجا به چنین کاری اقدام میکنیم. دخترکم، تو کجا هستی ها؟ این عنوان اپرایی است که در اینجا به صحنه رفته. اپرای زیبایی است ولی کهنه و محافظه‌کارانه و بیشتر مناسب تئاتر است. مادام آمیچی چنان میخواند که نمیتوانی رقیبی برایش متصور شوی. آپریل نیز همین طور است. او در میلان آواز میخواند. رقصها پرشکوه هستند. سالن اپرا زیبا و مجلل است. شاه یک ناپولی خشن است. همیشه در لوژ اپرا روی صندلی بلندی می نشیند تا ملکه کمتر جلب نظر کند و قدش کوتاه‌تر به نظر برسد. ملکه زیبا و موقر است. او دست کم 6 بار مرا در مولو تفریحگاهی عمومی به شکل دوستانه‌ای به حضور پذیرفت. بعد از امضا دست‌های ماما را می بوسم. ولفگانگ آمادئوس موزار. نامه به مادرش در سفر به ایتالیا. بولونیا 21 ژوئیه 1770. تبریکات من برای ماما به خاطر روز نامگذاریش. امیدوارم صدها سال سلامت زندگی کند. این چیزی است که هر روز از خدا می‌خواهم و هر روز برایش و برای هر دوی شما دعا می‌کنم. برای مقدور نیست هدایای مناسبی برای شما تهیه کنم جز چند زنگوله لورتو، چند شمع و فنجان و نلبکی که تهیه کردم و در بازگشتم برایتان می آورم. دست‌های مامان را 1000 بار می بوسم و تا دم مرگ پسر فرمان بردارش هستم. نامه به خواهرش در سفر به ایتالیا. از بولونیا 4 اوت 1770. از اینکه دوشیزه مارتا بیمار است از صمیم قلب متاسفم. برای بازگشت سلامتیش هر روز دعا می کنم. از طرف من به او بگویید آرامش خود را حفظ کند و غذای نمکدار نخورد. راستی، نامه مرا به روبینیک دادید؟ در مورد آن چیزی برایم ننوشته اید. خواهش می کنم وقتی او را دیدید بگویید که مرا کاملا فراموش نکند. بهتر از این نمیتوانم بنویسم چون قلمم برای نوشتن موسیقی است نه برای نوشتن نامه. اخیراً ویولونم را سیم انداختم و هر روز تمرین میکنم. این را نوشتم چون ماما یک بار پرسیده بود که هنوز ویولون مینوازم یا نه. 6 بار افتخار داشتم تنها به کلیسا بروم و کارهای باشکوه انجام دهم. در حال حاضر 4 سمفونی ایتالیایی تصنیف کردم به علاوه چندین آریا که دستکم 5 یا 6 تا از آنها کامل شدند. همچنین یک منوئه نیز نوشتم. آقای دایبل به دیدن شما می آید؟ آیا هنوز هم با صحبتهای شیرینش سرگرمت می کند؟ آقای ادلر چطور؟ آیا او هنوز هم به خود اجازه می دهد از شنیدن صدای تحمل نکردنی تو مسرور شود؟ آقای شایدنهوفن هم باید در نوشتن منوئه هایت به طور جدی کمکت کند وگرنه نان شیرین نصیبش نخواهد شد. وظیفه من است اگر وقت اجازه دهد چند خطی برای آقای مولک و شایدنهوفن بنویسم. ولی چون چنین وقتی برایم پیش نمی آید از آنها خواهش می کنم خطای مرا ببخشند و اجازه دهند این کار را تا آینده نزدیکی به تأخیر بیندازم. کارها را آنطور که تو خواسته بودی انجام دادم. مطمئنم که چیزی از من انتخاب خواهد شد. چه کسی جرأت دارد قطعه تصنیف شده پسر شاپل مایستر را به اسم خودش جا بزند که مادر و خواهرش در میان ما هستند. خدا حافظ. سرگرمی من فعلا این است که قدم‌های رقص انگلیسی و نیز رقص کاپیرولی را یاد بگیرم. ایتالیا سرزمینی به خواب رفته است. سرزمینی که همیشه به خواب رفته. خدا حافظ. به امید دیدار. ولفگانگ آمادئوس موزار.
نامه به مادر و خواهرش در سفر به ایتالیا. بولونیا 21 اوت 1770. هنوز در سلامت کامل هستم. امروز بوالهوسی مرا واداشت سوار یک الاغ بشوم. این کار در ایتالیا مرسوم است و من هم فکر کردم آن را امتحان کنم. افتخار داشتم در مجلس شخصی از اعضای فرقه دومینیکن حضور پیدا کنم که وانمود می کند بسیار روحانی است. من که نمی توانم این ادعا را باور کنم. چطور می شود روحانی بود و صبحانه یک لیوان پر از شیر کاکائو و بلافاصله بعد از آن یک گیلاس پر از شراب قوی اسپانیولی سر کشید. حتی افتخار داشتم در غذا خوردن این آدم مقدس حضور داشته باشم. سر میز با اشتها مقدار زیادی شراب سر کشید و آخر سر هم یک گیلاس پر از شراب قوی به اضافه دو برش بزرگ هندوانه، هلو، گلابی، 5 فنجان بزرگ قهوه، یک بشقاب پر از دانه سیر و 2 بشقاب پر از شیر با آب لیمو. فکر میکنم اگر فعالیت بدنی زیادی داشته باشد میتواند این همه بخورد. ولی در این مورد شک دارم. چون به نظر نمی آید که چنین آدمی باشد. به علاوه بعد از ظهر قیافه اخمو و مشکل پسند به خود گرفته بود. نامه به خواهرش در سفر به ایتالیا. بولونیا 22 سپتامبر 1770. امیدوارم حال ماما خوب باشد و تو هم مثل او سرحال باشی. آرزو می کنم در آینده نامه های مرا بهتر جواب بدهی. چون جواب دادن به چیزی بسیار آسان تر از فکر کردن به آن چیزی است که بخواهی به طرف مقابل بگویی. من 6 منوی هایدن را حتی بسیار بهتر از 12 اولی می دانم. اغلب آنها را برای کنتس می نوازم. آرزو دارم که بتوانم طرح منوهای آلمانی را در ایتالیا معرفی کنم. چون منوهای ایتالیایی ها اغلب به اندازه یک سمفونی طول می کشد. مرا ببخش اگر چنین بد خط می نویسم. بهتر از این می توانم بنویسم ولی فعلا عجله دارم. ما از داشتن 2 شمدان کوچک در سال آتی مسلما خوشحال خواهیم بود. خدا حافظ. ولفگانگ آمادئوس موزار. بوسه بر دستهای ماما. نامه به خواهرش در سفر به ایتالیا. میلان 12 ژانویه 1771. خواهر نازنینم، مدت هاست که نامه‌ای برایت ننوشتم چون گرفتار انجام کارهای اپرا بودم. ولی حالا موقع آن رسیده است که وظایف خود را به خاطر آورم. شکر خدا اپرا با استقبال عمومی مواجه شد و سالن هر شب مملو از جمعیت است و همه از این موضوع متعجب هستند. چون میگویند در میلان تا به حال دیده نشده است که از هیچ اپرایی تا این حد استقبال شده باشد. من و پاپا به لطف خدا هر دو خوب هستیم و تمام وقایع را برای تو و ماما در عید پاک حضوراً خواهیم گفت. خدا نگهدار تو. دستهای مادر را میبوسم. راستی، رونویس کننده اپرا دیروز با ما بود و گفت که اپرای مرا برای دربار لیسبون رونویسی کرده است. در هر حال خدا حافظ خواهر نازنینم. افتخار برادری تو را از الان تا بعد دارم. برادر وفادار تو ولفگانگ آمادئوس موزار. نامه به خواهرش در سفر به ایتالیا. میلان 18 دسامبر 1772. امیدوارم حالت خوب باشد. باید بگویم زمانی که تو خواهر عزیزم این نامه را دریافت می‌کنی، اپرای من روی صحنه رفته است. خواهر نازنینم، به یاد من باش. به این ترتیب ممکن است تو هم صدای آن را بشنوی و اجرایش را ببینی. البته کار سختی است چون الان ساعت 11 است و بدون هیچ تردیدی باید قبول کنم که روز در این موقع روشن‌تر از دوران عید پاک است. خواهر عزیزم، فردا نهار را با آقای فونمایر صرف خواهیم کرد. تو می‌دانی به چه دلیل؟ حدس بزن. چون او ما را برای نهار دعوت کرده است. فردا تمرینی در تئاتر داریم. این موضوع مخفی است و سینیور کاستیلیونی
از من خواسته است که در این مورد با هیچ کس صحبت نکنم، وگرنه جمعیت به محل تمرین هجوم خواهند آورد. کوچولوی من، تو هم در این مورد به هیچ کسی چیزی نگو، وگرنه مردم مطلع می شوند و سالن را پر خواهند کرد. راستی، شنیده ای که تازگی ها اینجا چه اتفاقی افتاده است؟ درباره اش برایت می نویسم. امروز منزل کنت فیرمان را برای بازگشت به خانه خودمان ترک کردیم. وقتی به خیابان خودمان رسیدیم و در منزل را باز کردیم، فکر می کنی چه اتفاقی افتاد؟ خیلی ساده وارد خانه شدیم. خداحافظ خواهر کوچولوی من. می بوسمت. مثل همیشه هستم. شکم کوچکم لاغر و باریک است. خواهر عزیزم، دعا کن چیزی گازم نگیرد. پنجولم نکشد. ولفگانگ. نامه به خواهرش در سفر به ایتالیا. مونیخ، 3 دسامبر 1774. خواهش میکنم مراتب سلام و درود من به روکسلانا رسانده شود و او هم سعی کند این بعد از ظهر چای را با سلطان صرف نماید. از تو تمنا دارم بهترین سلامهای مرا به دوشیزه میزرل برسانی و بگویی نباید در دوستی من شک کند. چهره اش همیشه جلوی چشمم است. در اینجا دختران زیبا زیاد میبینم ولی هیچ یک به زیبایی او نیستند. خواهرم نباید فراموش کند که واریاسیون‌های روی منوی اثر اکارت و همچنین واریاسیون روی منوی اثر فیشر را همراه خود بیاورد. دیروز عصر به دعوت صاحبخانه به دیدن یک کمدی رفتم. چیز چندان دلچسبی نبود. سلام مرا به تمام دوستان خوبمان برسان. مذکر و مؤنث. امیدوارم که به زودی تو را ببینم. امیدوارم که در مونیخ باشد. سلام‌های خانم دورست را به تو می‌رسانم. آیا حقیقت دارد که هاگ نوئر استاد مجسمه‌سازی در وین شده است؟ این موضوع را آقای فون مولک برای خانم وازناو نوشته است که او هم نامه را برای من خواند. خدا حافظ. دست‌های ماما را می‌بوسم و این کار را برای همیشه می‌کنم. در طول مسافرت خودت را گرم نگه دار، وگرنه مجبور می‌شوی 2 هفته را در اتاق کنار آتش بگذرانی. آن وقت چه کسی از تو مراقبت خواهد کرد؟ من نمیتوانم حتی خودم را گرم کنم، ولی روزها کم کم گرمتر و روشنتر می شود. همیشه برای تو، برادرت، 3 دسامبر 1774. نامه به خواهرش در سفر به ایتالیا. مونیخ، 11 ژانویه 1775. هر 3 نفرمان خوب هستیم. از این بابت باید خدا را شکر کرد. نمیتوانم نامه مفصلی برایت بنویسم چون همین الان باید برای تمرین با ارکستر بروم. تمرین اصلی فرداست و در روز جمعه 13 اپرای من به صحنه می رود. ماما نیازی به مراقبت ندارد و حالش خوب است. از اینکه ماما به کنسیو مشکوک است خشمگین میشوم. برای اینکه سیو بی هیچ شکی دوست و جنتلمنی مؤدب و از افراد زیادی نظیر خودش در سالزبورگ بهتر است. دیروز به یک بال ماسکه رفتیم. آقای فون مولک از دیدن اپرای سریا بسیار گیج و مبهوت بود، چون آن را به کلی از ریخت و قیافه انداخته بودیم. این اپرا همه چیزش ساده و بی معنا بود، به طوری که آقای مولک در تمام عمرش چیزی نظیر آن را در سالزبورگ و اینسبروک ندیده بود. خداحافظ. دست های ما بارا می بوسم. ولفگانگ.